دوامی سال‌های اخیر در شهر دوشنبه خدمت رسانی نقلیات کیروکش تاکسی بهتر گردیده استوده است که نمونه روشنی آن با نمای ظاهری یک خیلی به فعالیت مشغول شدن این نوع نقلیات میباشد. حالا کره زمین در حالت تغییرابی اقلیم قرار دارد و عالمان این عامل را از استفاده غیر سمرناک ذخیره‌های طبیعی با استخراج موادهای برای طبیعت زهرآلود شونده اساس می‌نمایند. در این زمینه بالاروی نرخ نفت و دیگر مواد ذخیره‌ای طبیعت به مردم کره زمین غیر دسترس بودن آن را نشان می‌دهند. از این لحاظ متخصصان جهان معاصر به خلاصه عمیق آمدند که باید نعمت‌های طبیعی به طور سمرناک و عاقلانه استفاده برده شده، نیروهای آلترناتیوی باید اختراع کرده شوند. در این زمینه یکی از موضوعهای معمول‌ترین این استحصال انرژی سبز حسابیده می‌شود که اکنون در خدمت‌رسانی بخش نقلات شهر دوشنبه تطبیق آن آغاز گردید. شرکت یک تاکسی نیز در این مسئله همچون اشتراکچی فعال به شمار رفته، تصمیم گرفته است که خدمت‌رسانی‌های مسافرکشانی کرایه را با استفاده از واسطه نقلات برقی راه‌اندازی نماید و این هم برای عملی‌شوی برنامه پیشگرفته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه یعنی شهر سبز همچون مکانیزم یورسون به حساب می‌رود. در معرفی این لایحه معاون رئیس شهر دوشنبه فردوس سعیدزاده اشتراک و سخنرانی نموده، این عمل را برای رشد این بخش مهم ارزیابی نمود. جای تاکید است که نقلیات الکتروموبیل ولکسواگن در این لایحه نخست به فعالیت آغاز نمود. این نوع نقلیات استحصال کارخانه مشترک جمهوری خلقی خطای با دولت فدراتیوی آلمان به حساب رفته، شرکت یک تاکسی قرارداد همکاری‌های متناسب را با شرکت انخوی ایشانخوی اتومبیل سرویس کوالتد به امضا رسانیده است. خود نقلیات به گروه نقلیات سیدان وارد شده از 4 در 4 جای نشست عبارت می‌باشد. الکتروموبیل پورا با استفاده از قوه برق به کار در آورده شده، گنجایش قوه برق در اکومولاتورهای الکتریکی 3.1 کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. با این گنجایش الکتروموبیل می‌تواند مسافه 278-300 کیلومتر را طی نماید، یعنی به هر 100 کیلومتر حرکت الکتروموبیل قوه 13.2 کیلووات ساعت را صرف می‌نماید که به حساب میانه این به هر 1 کیلووات ساعت 7.6 کیلومتر راست می‌آید. طور ذکر گردید از نگاه اقتصادی باشد، خراجات نگهبین و تعمیرنوکی الکتروموبیل از دیگر واسطه نقلات گروه‌های سوزیوره‌شون بنزین، گاز یا دیگر مواد سوخت به اندازه 100% کمتر بوده، بر رانندگان مسافرکشان فایده بسمر را می‌بیارد. لایحه مذکور از جانب شرکت یک تاکسی هنوز از سال 2010 این جانب راه‌اندازی شده، برای رسیدن به هدف‌های خیش شرکت یک تاکسی لایحه مذکور را به 3 دوره عملی تقسیم بندی نمود که دوره اول این دوره مطابق نمایی به حساب رفته. در این دوره شرکت مردم کشور را از واسطه نقلات برقی آشنا کرد. در دوره دوم شرکت واسطه خدمت رسانی تکنیکی را با قسم های احتیاطی چنین الکتروموبیل ها تشکیل نموده، بر رانندگان امکانات نظررس را در استفاده برای الکتروموبیل مهیا می‌سازد. در دوره سوم یا خود دوره روشنمایی الکتروموبیل شرکت یک تاکسی طبق دورنمای خود نیت دارد که کارخانه مشترک استحصال چنین واسطه نقلات را در وطن محبوبمان راه اندازی نماید.